خب حالا که این یوتیوبر ایرانی مهدی خان عزیز رفته تپه اکبر خان وزیری، فکر کنم یه همچین اسمه وزیر اکبر خان رفته اوجا، حالا بریم ببینیم تپه چجوریه و واکنش افغانستانی نسبت به یوتیوبر ایرانی چگونه است. بدون معطلی بریم ببینیم. اوه بابا ایلا سرسبز ماشینا رو نگاه کن بچه ها، توی تا لنکروز و فلان و ال و داستان و با ماشین فکر کنم تو افغانستان خیلی ارزونه، فکر کنم گمرکی نمیگن تو ایران پدر ما رو در میارن تا یه ماشین بخواییم بگیم. لا اله الا الله پرچم امارات اسلامی اینجا فقط حال میده بشینی و آش درست کنی، آش غذای طبیعت ما ایرانی های میری بیرون آش درست کنی. همین فقط لنکروز داره میره بالا، فکر کنم دیگه لنکروز اینجا محله پولدار مولدارای فکر کنم افغانستان باشه، درسته؟ یا مکانی پولدارا میرن اونجا همش تفریح میکنن. لنکروز یعنی کسی که تو ایران لنکروز داره، یعنی دیگه خانزاده آقازاده است. آجا داره میره این تاکسیش. آهنگ شادی هم گذاشته دره ره 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 ره. حالا نمیدونم، کاش که مهدی گزارشی تهیه میکرد الان تو حکومت طالبان آهنگ احمدزاده رو توی ماشین پخش کنن بهشون گیر میدن نمیدن، داستانش از آیا آریانا سعید گوش بدن، کاش که راجب اینم یه تحقیقی میکرد. آهنگ والیه بچه ها، آهنگ های به قولید تا الان ما همش ریاکشن رفتیم رو خواننده هایی که معروف بودن اسمشون مطرح بود، و البته یه سری از خواننده هایی که اسمشون هم مطرح نبود ریاکشن رفتیم، ولی ببینید یه سری خواننده های گمراه هستن، خواننده های مجلسی کوچیک هستن، چه آهنگ هایی میخونه اونا هم قشنگ. من شام زندم پرچم امارات اسلامی، پرچمش از رنگ رفته بچه ها، او بالاش کم رنگ، وسطش پر رنگ، پایینش کم رنگ. لا اله الا الله نیست خدایی جز الله. خب مشخصه این فیلمبردارش یکی بوده که عاشق طالبان است و حکومت. ویورره ویورره ویوره نگاه که چه سرسبز ساختمون اصلا بین درخت ها گنگور شدن. بله حالا بچه ها توضیح های تکمیلی رو بدین راجع به این مکان، حالا فکر کنم خود مهدی هم توضیح بده، حصار کشی شد و مردم هم که میبینید همه اومدن نشستن از این طبیعت دارن استفاده میکنن دیگه، غروب هم اومدن ای جان همیشه به خوشی. اوه این مسجدی بالاست، حتی شما به این مکان ها میگین مسجد یا اسم دیگه ای روشون دارین، شما عبادتگاه شاید شما. سلام همه بچه‌های عزیز. خود مهدی اومد، خود مهدی اومد. خوبه گزارش اولش گرفته. بچه یه سوالی بهم پیش اومد، قبلا تو ترکیه هم دیدم این درخت‌ها پایین‌هاشون رو سفید رنگ می‌کنن، این واسه چیه؟ اینو به من بگید، واسه من همیشه سوال بود جوابش رو نفهمیدم. بچه‌های گل، بچه‌های عشقی، به گفته خودتون اومدیم اینجا تپه وزیر اکبر خان و یک هوای بسیار عالی که دارد، مردمی که اینجا نشستن اومدن چکر دوری بزنن و چکر. من برای بار اولی که اینجا اومدم و فکر کنم اولین یوتیوبر ایرانی باشه که اینجا آمده همراه با دوستان عزیز. زنده با زنده با دمش گرم اومد بچه، واقعا این خیلی خوبه، این واقعا نشون میده که اهمیت میده به اتحاد فارسی زبان، رفت واقعا رفت جلو
رفت جلو، طلبیدش افغانستان، همت خودش بود و رفت دمشق. واقعا کار خوبی کرد مهدی جان. تا دور اینجا رو ویدیو بگیریم، تا جایی که بتونیم برای شما دوستان عزیز پوشش بدیم و از زیبایی های اینجا، نه از لنز دوربین، از چشمان خودمون برای شما تعریف بکنیم. هر جایی که هستید امیدوارم که همیشه حال دلتون خوش و خرم باشه، با ما باشید که داشته باشید. گزارش شیرینی میکنه مهدی، دمت گرم. از چشمان لنز دوربین، نه از چشمان خودمون. چه حرفت گنده ای زد، یه جوری زد که واسه خود من قابل درک نیست. باید بعد از ویدیو بشینم راجعش فکر کنم اینم یعنی دقیقاً چی، ولی این جور معلومه که حرف پر احساسی و قشنگیه. دمش گرم. بچه این وسط کارش چیه؟ این میدان کارش چیه؟ مخبره خاصی وسطه؟ حالا هوای اصلا، حالا هوای ویژه ای مستندایی که اینجوری بچه ها میگیرن یه حالت خاصی داره، انگار خود تو فضایی. الان من احساس میکنم خود من اینجا، احساس دارم که خود من انگار دارم اینجا میگردم. دوستان عزیزم، اینجا یک فضای بسیار قشنگ و باد به شدت تندی میاد. این یکی از میدونهای تپه وزیر اکبر خانه که خیلی خیلی قشنگ طراحی شده، درست شده و اون پشت یک مسجد بسیار زیبا است که به گفته بچه ها اون طرف هم که میبینید میدان اصلی اینجاست، میدانی که بر رو چقدر بزرگ بچه ای تپه که مسجد داره، یه میدان اینجا داره، دوباره یه میدان دیگه هم اون طرفش داره. تاریخچش چیه بچه ها؟ این میدان تاریخچش چیه؟ جالب شد واسه من. یه تپه وجود دارد و توصیه میکنم به بچه هایی که اینجا نیومدن حتما بیان که از این تپه بسیار زیبا دیدن کنن و یک ویو خیلی قشنگ داره که حالا اطراف اینجا هست که اونم با همدیگه میریم میبینیم. اینجا یکی از مردمان کهنسالی که اینجا زندگی میکنه داره توضیح میده، نشستن یکی از پدرانمان، بریم باهاش گپ بزنیم. آه پس خوبه، یه نفری که افغانستانی و ایجا بود و تاریخ ایجا رو بلده الان میخواد بره توضیح بده. بچه ها رو نگاه کنید، بچه ها ایجا بازی میکنن، چه شاد و خرمن. بچه هاتون حواستون باشید، مثلا شو پدر مادر امروزی بی حوصله، بچه میگن ما رو ببر پارک، میگن نه با حوصله نداریم. شو حوصله خودت چی کار داری؟ بچه تو درک کن، اونو ببر کیف و حال کنه. گفتگوی داشت، من هی قاطی میکنم ایرانی و دری و هی دوست دارم مثلا دری گپ بزنم با بچه، چون بچه ها خیلی دوست داشتم وقتی دری گپ میزدم. بریم باهاش یه صحبت ریزی بکنیم، داشته باشیم ببینیم. مهدی دیگه لهجهش واقعا هم افغانستانی شده بچه. بعضی جاها تو ویدیوهاش دقت کنین واژه‌های افغانستانی دری استفاده میکنه. اوضاع احوال اینجا به چه صورت هست؟ چی شد؟ خب رفتم. خب دوستان عزیز، تا موقعی که تبلیغ تموم میشه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نکنید. لایک رو بزنید، بریم ادامه. سلام کاکا جان، خوب هستین؟ حالتون خوبه؟ ما اینجا رو بدایم. بخیر، بهترین. شکر. فارسی ما ایرانی ها رو میفهمی یا دری گپ بزنم؟ نه میفهمم. دری گپ بزنم. چه حال داریم؟ چه پیرمرد با حال و بامزه ایه. نگاه به این برکرد، گفت بشین، او گفت بشین، این میگه پلنج و چه با حاله، خدا حفظش کنه. احسنت بهش، احسنت بهش. بچه چهره ای بچه رو نگاه کنیم اونجا بایسته، چقدر ناز و بامزه است. الله، خب شکر خدا، امیدوارم که جانتان جور باشه، بخیر باشین، سلامت باشین، بخیر باشین، شما جور باشین، بسیار خوش آمدین در وطن ما. ممنون ممنون. چند سال است که اینجا زندگی میکنی تپه وزیر اکبر خان؟ تپه وزیر اکبر خان تقریبا یک 10-12 سال میشه در قسمت وزیر اکبر خان ما زندگی میکنیم. همیشه اینجوری باد میاد، هوا بسیار خنک هست، یا امروز یا به دلیل حالا شاید بادهایی هست، شاید از طرف هرات میاد؟ نه همیشه اینجوری نیست، همیشه اینجوری نیست، همیشه باز وقت آره دیگه، باد یه وقتایی میاد یه وقتایی نمیاد، این به شرایط جوی بستگی داره، او دریاهای اطراف یه ور رو دریای باد میاد، بادهای موسمی، بادهای میسیسیپی داریم، بادهای مدیترانه‌ای داریم، اینا تو روزهای مختلف میاد.
شمال میباشد بازی وقت نمیباشد. آها بچه یه ذره بزنیم جلوتر، صبر کنید یه جای خاص بیارم. الان که دارید میبینید میدون اصلی تپه وزیر اکبرخانه. بچه یه باد خیلی خیلی شدیدی میاد. روی چی نمشته؟ جام ملا عمر محمود اوستا عثمان اوغلو، پرچم ترکیه هم زده. او پایش و مشخصه او قدیما یه سردار ترک هم مثلی که اومده یه جای کارهای انجام داده، یه قبرشه فکر کنم. درد و خاک خیلی خیلی شدید است که اینجا الان مسجدی است که در بالای تپه وزیر اکبر خان هست. ترکی نوشته جامع ملا عمر محمود اوستا عثمان اوغلو. بله و تصاویر چیه بچه؟ این سکوها چی هن؟ یه جور پله میخوره بالا. خب یه جوره مثل این داستانایی که میرن بالا شیرجه میزنن استخر. خب استخر هم نیست که، این چیه داستانش؟ حیف و صد حیف که یکم گرد و خاک هست و یه بود بسیار بسیار شدیدی میاد که این بیرم به شدت صدا میده. شاید صداش داخل دوربین نیاد ولی خیلی خیلی به گوش ماها میاد. واقعا مرد دقت کنید، همه هم دارن همون پرچم رو نگاه میکنن. ماش معلومه خیلی صدا وحشتناکی داره. نگاه همه به روبه آسمونه، چپ راست بالا هست. اینجا مثل بام تهران هست، از دور همه شهر زیر پاته. اینجا همه کابل در جلوی چشمانت هست در یک زاویه 180 درجه که فوق العاده چراغ شهرم داره روشن میشه کم کم. فقط جمعیت رو نگاه کن، مردم شاد همه اینجا جمع شدن. یه نکته ای که بچه من راجعش فهمیدم، دختر یعنی خانوم و دختر نیست توی جمع. خانوم ها کجا هن پس؟ یعنی الان توی افغانستان کابل قوانین چجوری؟ خانوم ها رو اجازه نمیدن بیان تو شهر یا خانوم ها خودشون نمیان تو شهر؟ اینو بچه بهم بگید. قشنگه و با استقبال بسیار زیادی از مردم. وای 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 یه ذره بزنیم جلوتر. این میگه اینجا همیشه باد نیست، در صورتی چون تپه است، تپه مثلا در سطح هر شهری چون بالاترین نقطه هست همیشه باد هست. دقیقاً باد هست. خدا. بله بله. حالا کم بود یک شهید بودیم. دیگه باد هست ولی لذت بخش است چون خودت در کنار خود داریم و کامرامین عزیز ما. چه باحال حرف میزنی بنده خدایی. فکر کنم همراه مهتی بچه ها چه قشنگ حرف میزنه، بیان بسیار خوبی داره، خیلی محترمان هم داره حرف میزنه. بچه ها کاش میشد از کامرامان من یه فیلم آره فیلم بردار یه فیلم بردار جدید هست امروز با هامون که امروز کلن یه تیم جدید هست. دقیقا امروز یه تیم جدید هست که واقعا بسیار مهمون نوازی که من هی باید بگم مهمون نوازی و الان ببینید چطوری نشسته و تو چه حالتی هست. به خدا من شرمندم آقای کامرامان، خیلی چاکرین. کامرامان مهدی دیگه کلا افغانستانی شده زبونش. فکر کنم دیگه آخرین روزی که بخواد برگرده دیگه ما هم دیگه متوجه نمیشیم، باید یه ترجمان افغانستانی بگیم ببین با ترجمه کن ببینیم مهدی داره چی میگه. چی کنیم دیگه، دوستی خامی روز است. تنها خدای روز نمیشه که بگیم بیا باز ما پیشت نبیم. مدستر جان سعی کنم خدا از کمره کده خودش لم کده دیگه. واقعا دوستا مهدی جان ما همیشه ریاکشن هایشان دیده بودیم در قبال افغانستان، در قبال ولایت های افغانستان، از اخلاقشان دیده بودیم، همیشه وقتی تو چنلشان دنبال میکردیم و روزی که ما خبر شدم که دقیقا مهدی جان وارد کابل شده ساعت 3:30 بود، نزدیک 4 بود. بله نزدیک 4 بود دیگه. با کوشای پیاپی با خانم پریسا و چینل یوتیوبشان امرای مهدی جان پیج اینستاگرامشان پیامای پیاپی که اصلا بچه ها نگاه کنید، اونا از پشت رد میشن همه نگاه میکنن دیگه، میشناسن دیگه افغانستانی ها مهدی دیگه. پریسا خانم خوب شد گفت، اینا همه تمرکز دارن رو کشور افغانستان، رو فرنگ، روی اتحاد فارسی زبان ها.
افغانستانی ها محبت دارن میبینن حمایت میکنن. تا تونستیم رد آقای مهدی جان رو بگیریم و نزدیک بود بی آنها و یه داستان عجیبی داره، حالا در ادامه براتون میگم. انشالله ما خوشحال میشیم که خانم پریسا رو روز در افغانستان با خود داشته باشیم. به امید خدا. پریفان با شما است آقا سینا. پیج پریفان با آقای سینان که همراهشان هستن، شوهرشان. دیگه ما خوشحال میشیم هر کس که به افغانستان، چون که مردم افغانستان مهمان نواز هستن و هستن، بسیار مهمان نوازن. دمشون گرم واقعا. شرمنده میکنن یه توریستای ایرانی که میرن اونجا، اصلا همشون یه حالت شرمندگی توی یه ویدیو همیشه میگیرن، میگن بابا ما تصور نمیکردیم افغانستانی‌ها اینجور از ما پذیرایی کنن، اینجور استقبالی کنن. با مهمان نوازیشون شهرت خود در تمام دنیا دارن. دیگه ما کوشش میکنیم که تا حد توان خودش پای زر بزنیم جلو. تنمایتون روی ما عزیز دل ما هم رو خدمت باشه. ما میشم شما با ما گپ نمیزنید؟ مرسی، خوشحالم. فقط خوشحالی. خیلی زیاد. عزیز دل ما دمتون گرم. خیلی لطف کردین. چاکرتون هستیم. آقا در خدمت باشید. شب بریم امروی ما. عزیز ما فدات بشم. خیلی آقای قربونتون برم. ببین این راهگذرا ببینید همه دارن دعوت میکنن. دمشون گرم. واقعا کارشون درسته. خوشم میاد. مهمان نوازیشون حتی بیشتر از ایران. خیلی چاکریم. بچه‌ها هستن. دستتون درد نکنه. ما از مهمون نوازی بچهای افغانستان واقعا شرمنده هستیم. قربونتون برم. از این باید. در خدمت باشیم. سلامت. خوشحال شدم. چاکریم. خدا نگهدار. بله یه دوتا از بچه ها بودن. چطوری ما رو پیدا کردن؟ ولاگ بفهم. آقا مهدی کم کم دارید افغانستان. مهدی رو از راه دور دیدن، شناختن، اومدن نزدیک، از طرفداراش بودن. ایول. داغا بر پا میکنه. عزیز دل من. بچه‌ها یه باد خیلی وحشتناک، من نمیدونم صدا خوب هست، صدا بد هست، که چراغا هم داره یواش یواش چراغ مشتبه. اینم حرات، حرات در شب. دیگه داره میکنه. کابل هر شهر هر جای از طرف شب یک نمای خاص خود داره. که ما فعلا در تپه از اکبرخان هست، این تمام نقاط کابل از زندگی ما هست و از طرف شب همه جا چراغان میشه، یک حال هوای دیگه رو میده دقیقا. احسن احسن. یه ذره دیگه بزنیم جلوتر ببینیم انتهاش چی میشه. عزیز دل ما آقا مشتبه لطف دارن و کلی زحمت کشیدن تا اینجا. بچه هر جایی که هستی امیدوارم که حال دلتون خوش باشه و موفق و پیروز باشید. موفق باشید همه شما دوستان عزیز. دمت گرم مهدی جان عزیز از این گزارش خوب و عالی. دمت گرم، بسیار خوب و لذت بخش بود. احسن که رفتی و خیلی ممنون از افغانستانی‌های عزیز که اینجور استقبال کردن و پذیرایی کردن. خب دوستان عزیز، این بود از ویدیو امروز ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. شما خانواده من هستید. در انتهای یکی از دو ویدیوی بالا رو حتما نگاه کنید. بسیار دوستتون دارم. Catch you later.